فناوری. در شماره پیشین از مجموعه مطالب عناصر کمیاب خاکی به همراه دکتر شروین تقوی لاریجانی، فیزیکدان و محقق پیشین در ناسا، با تعریف و ویژگی‌های عناصر کمیاب خاکی، تاریخچه دسترسی به این عناصر و کاربردهای آن آشنا شدیم. نیاز به عناصر کمیاب خاکی و افزایش تقاضا در جهان امروز، قدرت‌های بزرگ جهان به ویژه چین و ایالات متحده آمریکا را وارد رقابت کرده است. استفاده از عناصر کمیاب خاکی، صنعت، اقتصاد و حتی محیط زیست را با تحول و دگرگونی روبرو ساخته است. در این شماره از مجله دانش و فناوری و در دومین بخش از مبحث عناصر کمیاب خاکی، با نقش این عناصر کمیاب و اهمیت آن در صنعت و اقتصاد، با دکتر شروین تقوی لاریجانی، فیزیکدان و محقق پیشین در ناسا، بار دیگر به گفتگو می نشینیم. آقای دکتر تقوی لاریجانی، ضمن خوش آمد دوباره به شما، یک بار دیگر اگه مروری داشته باشیم به عناصر کمیاب خاکی در زندگی امروز و روزمره ما، این عناصر چه کاربردی دارد؟ عناصر جزء ضروری و غیر قابل تعویض برای پیش از 200 محصول در طیف گسترده‌ای، به ویژه محصولات مصرفی با فناوری بالا مانند موتورهای برقی که مثلا در قطارها خودروها استفاده میشن، یا توربین‌های بادی، یا تلفن‌های همراه، دیسک‌های سخت رایانه‌ها یا صفحه‌های تلفن‌های شخصی، تلویزیون‌های هوشمند یا رایانه‌های پزشکی و سامان‌های فوتوولتایک که در صفحه‌های خورشیدی استفاده می‌شن برای تبدیل نور به برق، و همچنین در انواع اقسام فناوری‌های جنگ‌افزارا استفاده می‌شن. عناصر کمیاب خاکی آقای دکتر تقوی لاریجانی، نقش عمده اون در صنعت و اقتصاد چین در سال‌های اخیر به یکی از بزرگترین منابع تولید و برداشت این عناصر تبدیل شده در واقع کشور چین. اگر ما بخوایم یک گزارشی در این زمینه در مورد اون چه که چین در حال استفاده از عناصر کمیاب خاکی هست رو بخوایم یک گزارش از اون در این زمینه داشته باشیم، توضیح بدید. ما الان شاهد گذر انرژی از فسیلی به انرژی تجدیدپذیر هستیم، یعنی اکثر قریب اتفاق این منابع عناصر کمیاب در چین هستند، بلکه چین به صورت خیلی موزیانه در حال تلاش هستش که کلیه خط تولید این محصولات رو از استخراج مواد اولیه گرفته تا تولید محصولات نهایی رو به دست بگیره. ببینیم، برای اینکه قشنگ اینو متوجه بشیم باید برگشت به اتفاقاتی که در دهه 90 اتفاق افتاد، جو زمینه دهه 90 میلادی، تا حد زیادی به نفع این توزیع مجدد نقش در سطح جهانی کمک کرد. بسیاری از کشور غربی دیدگاه استراتژیک خود رو نسبت به این نوع منابع کمیاب بعد از فروپاشی شوروی از دست دادند. مثلا به عنوان مثال، تا اون زمان کشورها در انتظار رویاروی مسلحانه بودند، بنابراین ذخایر عنصرهای کمیابی تشکیل داده بودند، درست مثل این ماسکایی که دیدیم سر این کووید. ولی پایان جنگ سرد حفظ این انبارهای استراتژیک رو زیر سوال برد. از روی دیگر، برای افزایش سود با دستمزد کمتر و به خصوص دور کردن از عموم مردم خود مراحل خطرناک و کثیف این استخراج و پردازش این منابع، شرکت‌ها شروع کردن به نقل مکان دادن در چین، حداقل برای مراحل اولیه خط تولیدشون. برای اینکه یه چیزی که خیلی باید متوجه بشین، یعنی استخراج بعضی از این معادن به مراتب برای محیط زیست کثیف‌تر و خطرناک‌تر است تا استخراج حتی نفت و گاز و اینو چیزایی که در ذهن ما حداقل فکر می‌کنیم خیلی کثیف هستن. و خیلی از این صنایع اگر می‌خواستن با این سودی که امروز می‌کنن، می‌خواستن این اقتصاد و پردازشو بکنن در کشور خودشون، اگر تازه به این فرض بریم که این منابع رو اگه داشتن، که خیلی محدود هستن، اکثر غریب اتفاق اینا تو چین هست، بعضی از اینا مثلا کوبالت اگه در نظر بگیریم مثلا تو کنگو هست که شما می‌بینید وضعیت کشور آفریقایی برای استخراج یا محیط زیست چی هستش. برای اینه اینا دور کردن و میتونم بگم یه نوع پولشویی، یعنی اینی که در عموم مردم تونستن اینو به مردم اعمال کنن که این نوع فناوریایی که از این نوع محصولات استفاده میکنن محصولات تمیزی هستن، چون بیشترشون قلب موتورهای برقی یا توربینای بادی که از باد انرژی میگیرن، اینو فقط تونستن با انتقال دادن حداقل شرکت‌های خود یا مراحل استخراج و پردازشو به چین. از دیدگاه دیگه، چینیا سعی کردن کنترل کل خط تولیدو خیلی به صورت موزیانه به دست بگیرن و
و برای اینه، یعنی تو این دو دهه که گذشته ما دیدیم مثلا همطور که قبلا هم بهتون گفتم، ببینین یکی از پایه‌ترین این مثلا یکی از این عنصرها یکی اینه که شما میتونین آهنربای مراتب قوی‌تر از اون چیزایی که ما با عنصرهای معمولی درست می‌کردیم درست بکنین. یکی از دلایلی هستش که تلفن‌های دستی به این کوچیکی هستن یا ماشین‌های برقی به این خوبی کار می‌کنن، برای اینه که میتونین آهنربای خیلی کوچیکی درست کنین که از این عنصرهای کمیاب استفاده می‌کنن. مثلا اکثر قریب به اتفاق تولید کننده این آهنربها تو دو دهه قبل یا تو اروپا بودن، آمریکا یا ژاپن، الان همشون بیشترشون تو چین هستن و این بحران برانگیز هستش، برای اینکه خیلی حتی جنگ افزارهایی که کشورهای خارجی درست کنن مثل همین F-35 بعضی از محصولاتش به خصوص آهنرباش الان معلوم شده از چین داره میادش. استفاده و کاربرد از منابع عناصر کمیاب خاکی به یک موضوع استراتژیک برای چین به خصوص تبدیل شده. رئیس جمهوری چین هم چندی پیش همین واژه رو به کار برد. اما محصولی مانند عناصر کمیاب خاکی، دو کشور قدرتمند صنعتی چین و ایالات متحده آمریکا رو وارد یک رقابت و شاید بشه گفت یک جنگ اقتصادی کرده. اهمیت اینها رو شما توضیح دادید، ولی الان این دو کشور در این رقابت چگونه عمل میکنند؟ اولا هر دفعه که ما انتقال انرژی و یعنی جمله معترضه بزنم، این موضوع رو این ایرانیای باستان خوب متوجه شده بودن. سه تا عنصر هستن که واقعا حیاتی هستن برای بشر. یکی آبه که حیات و همه چیز است. دومیش که ما مثلا ایرانی قدیم آتش میگفتن انرژیه. و سومیش همین خاکای کمیابه. هر دفعه که شما دیدین در تاریخ کنترل انتقال قدرت صورت گرفت در تاریخ بشر، از تاریخ قدیم ببینین که مثلا اول انسان ها با سنگ کار میکردن، بعد مثلا دوران مس شد، هر کشوری که تونست این عنصرها رو که هم عنصرها اینا هم خاکی هستش به اینا مسلط بشه و آخریش که قرن پیش بود فولاد بود، اون کشورها تونستن بر جهان مثلا بر غلبه بکنن. و الان مثلا اگه بگیم اول انسان‌ها اولی از سنگ استفاده کردن، بعدش مثلا بگیم بعد از اون مثلا قبل از 6000 سال قبل بعدش از مس تونستن استفاده بکنن، مثلا آهن و مس، به هر کدومی از این مراحل هر وقت که تونستن از یکی از اینا استفاده کنن یک تمدنی تونستش پیشرفت بکنه، یعنی که سلاح بهتر درست می‌کرد، ابزارهای بهتر درست می‌کرد و تونست سلطه‌شو بر بقیه بشریت اعمال بکنه و آخریش میتونم بگم فولاد بودش. الان ما چیزی که داره میبینیم این عنصرهای کمیاب هستن، یعنی هر کسی بتونه کنترل اینا رو در دست داشته باشه. مثلا شما فکر کنید اگه چین الان اکثر قریب به اتفاق این عنصرها در چین هستن و خیلی مثلا میبینین مراحلی که مثلا اینقدر چین مثلا رو تبت یا مغولستان اینقدر تاکید میکنه که این مناطق رو زیر سلطه خودش نگه داره، برای زیرزمین اینا هستش خیلی وقتا. اگر اینا بتونن این عنصرها رو و فقط نه فقط به صورت خام فروشی، برای اینکه مثلا خیلی از این عنصرها تو آفریقا هم هست همونطور که گفتم کنگو اینا، ولی اونا خام فروشی میکنن، خط تولید رو بتونین بر اساس بگیرین و همینطور الان داره انتقال انرژی رخ میده. میبینید ما تا الان داشتیم از انرژی های فسیلی استفاده میکردیم، ولی چیزی که مود شده الان میخوان همه مثلا به انرژی های تمیز که مثلا میگن که حداقل دی اکسید کربن تولید نمیکنه، خب اینا به اینا انرژی های سبز میگن. خب تمام این فناوری ها بر اساس این عنصرهای کمیاب استفاده میکنن، چه گفتم مثلا مواد مغناطیسی، چه باتری های ماشینا، چه آهنرباشون. و خب هر کشوری که بتونه خط تولید این عنصرها رو در دست داشته باشه یا معادنا، اون تبدیل میشه به اول قدرت، برای اینکه میتونه بقیه رو تحریم کنه به خصوص چین، و هم میتونه باج بگیره و انواع اقسام فشارهای سیاسی رو اعمال کنه به کشورهای دیگه. الان اصلا جنگ استراتژیک بین چین و آمریکا هستش، یعنی روسیه درسته مثلا کلاهک‌های هسته‌ای داره، خیلی کلاهک‌های هسته‌ای داره، ولی بزرگترین الان رویارویی از این نظر است و اون سرای خاک کمیاب میتونم بگم یکی از بزرگترین بحث استراتژیک بین این دو کشور است، یا حتی میتونم بگم دوتا بلوک. در شماره آینده درباره ویژگی‌ها و زیان‌های احتمالی عناصر کمیاب خاکی برای محیط زیست بیشتر خواهیم گفت. تا شماره دیگر از برنامه دانش و فناوری، شاد و سربلند باشید.